الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم و در این برنامه هم به موضوعی میپردازیم که خواسته همه انسان ها هست موضوعی که هر کسی در دنیا و در آخرت به دنبال اون هست ما کارهایی را انجام میدهیم و حکم بر درست بودن و خیر بودن و نافع بودن هر کاری به انتها و پایان اون هست و اگر انسان در پایان هر کاری به موفقیتی دست بیابد به رستگاری برسد به فلاح و فوز برسد به پیروزی برسد میگوییم این کار و این راه راه درستی است پایان هر یعنی درست بودن هر راهی رو به پایان اون میسنجند موضوعی که امروز بحث میکنیم بحث رستگاری هست آیا ما آدم ها در کجاها رستگار میشویم چگونه رستگاری رو فوز رو فلاح رو به دست میاریم موضوعی که در قرآن کریم بسیار به اون پرداخته شده و در آیات متعددی این موضوع مورد بحث قرار گرفته و خداوند بخشی از اعمال رو به عنوان راه‌های و یا ملاک پیروزی و رستگاری قرار داده است و از بعضی از آدمیان به خاطر اوصافی به اسم مفلحون یا رستگاران نام برده است ببینیم ملاک رستگاری چی هست تا آن را در پیش بگیریم و چه اعمالی رو باید داشته باشیم تا به رستگاری برسیم و همچنین باید چگونه صفاتی رو داشته باشیم تا از جمله آنها باشیم که جزو رستگاران و مفلحون هستند مهمان گرامی برنامه جناب دکتر حبیب الله ضیایی هستند عرض سلام دارم خدمتتون جناب دکتر و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سلام دارم خدمت بینندگان عزیز محترم و امیدوارم که وقت خوبی رو داشته باشید ان شاء الله که بتونیم در این برنامه هم موارد مفیدی که لازم است برای خودمون و برای بینندگان عزیز رو در خدمتتون ارائه بدیم. ممنونم بسیار سپاسگزارم از این مقدمه خوب. خب بحث ما در مورد رستگاری هست. موضوعی که بسیار مهم هست از این جهت که نهایت هر کاری باید این باشد اگر راهی رو که در دنیا در پیش گرفتیم و مسیر رو داریم میریم یا منتهی به هلاک و نابودی انسان ها و به این که همه تلاش های اون هبا منصورا میشه و یا راهی است که نه تلاش ها و زحمت های چندین ساله آدمیان به ثمر و به نتیجه میرسه هیچ کسی در دنیای خودش حالا کار آخرت رو به جای خود اما در دنیا هم راهی رو در پیش نمیگیره اگه از پیش بدونه که این راهی که میره به یه پرتگاه میرسه یا راهی رو نخواهد رفت که ببینه که در این راه حتما نابودیش هست حتما هلاکتش هست حتما شکستش هست همه مردم بدون استثناء چه اونی که مسلمانه چه اونی که غیر مسلمانه چه اونی که انسان عاقلیه چه اونی که بیعقله حتی اونی که عقل نداره ازش بپرسید راهی رو که در پیش میگیره فکر میکنه که این راه راه موفقیت، پیروزی و دستیابی بعضی از خیر و برکت ها هست. اهمیت این موضوع رو در چی میبینید؟ انسان با مقام مکرمی که از جانب رب ذوالجلال به دست آورده یکی از مهمترین ویژگی هاش آینده نگری هست. نگاهی که همیشه نسبت به ما بعد میکنه. از ما قبل میگیره برای ما بعد سرمایه میکنه. این نکته در هر انسانی وجود داره هر انسانی فقط نگاهی جلوی قدمی که پا میذاره نمی کنه بلکه قدم ها و حتی فرسنگ ها جلوتر رو مد نظر خودش قرار داره بر این اساس حرکت میکنیم بر اساس فعالیت میکنیم بر این اساس سعی و تلاش میکنیم بر این اساس حتی جنگ و جدال میکنیم که این آینده ای که ما پیش رومون هست بهتر باشه برای بهتر و بهبودی آینده ها هر انسانی دو مبنای فکری داره یک مبنا بر حسب دفع ضرر یا آسیب هست که نمیخواد چیزی مانع حرکتش و پیشرفتش بشه به هدفی که در پیش روش هست و دوم جلب نفع هست منافع و مصالحی که در این مسیر بتونه یاریش بده برای رسیدن به اهدافش در نتیجه ما دو محور جلب نفع دفع ضرر و جلب نفع میشه محور موضوع به خاطر این میبینیم که هر انسانی
این دغدغه درش وجود داره. هر انسانی به هر فقط مهم اینجاست که به یک مرحله ای از رشد فکری و عقلی برسه به اینکه ما بهش میگیم انسان بالغ، انسان عاقل، انسان خردمند. هر انسان با خردی این فکر، این ذهنیت در جلوش هست. فقط تفاوتی که وجود داره اینه که بر اساس باورها این آینده نگری انسان شکل میگیره. یک انسان باورش در حد معینی هست، ذهنش در یه حدود معینی فعال هست، در همون ارتباط برنامه ریزی میکنه و فعال هست. یکی هست باورش فراتر هست، حتی فرا دنیا، فراتر از دنیا هست، میبینیم که در اون ارتباط فکر میکنه. در نتیجه میبینیم که باید بگیم که هر انسانی در ارتباط با این که آینده خوبی داشته باشه یا این که مسیرش مسیر سعادتمند و خوشبختی باشه، سعی و تلاش میکنه و محور مشترک هست برای همه، برای همه انسان ها. بسیار جالب. نقطه خیلی جالبی رو اشاره فرمودید و اون اینکه انسان به دنبال جلب نفع و دفع ضرره و این هم در همه مسائل وجود داره و در همه اموری که ما حتی در امور دینیمون هم این مسائل وجود داره، حتی امور عبادی هم درش همین موضوع وجود داره. در توحید هم باز جلب نفع و دفع ضرر رو از خداوند میخوایم نه از غیر خدا. خود اگه بخوایم تعریف کنیم رستگاری رو یا فلاحت رو، تعریف اون چی هست؟ یعنی چی اصلا رستگاری؟ واژه فارسی رستگاری از رستن هست. رستن راهی پیدا کردن. و دو واژه قرآنی ما در مقابل این واژه داریم، یعنی در اصل این واژه ترجمه دو اصطلاح عربی هست که ما در قرآن کریم با کثرت داریم. یکی بحث فلاح هست، افلح بیشتر و مفلح، افلح بله، بله، به کار گرفته شده. و واژه دوم فوز هست، فاز، یفوز و فوزن، فوزن عظیما، فوزن مبینا، فوزن کبیرا، هر سه وصف در قرآن کریم بله. وجود داره. ما اگر بخوایم بر اساس معنای فارسیش نکته رو، یعنی موضوع رو باز کنیم، اگر ما بگیم رستن، راهی پیدا کردن، میتونیم این رستن و راهی پیدا کردن رو در عرصه‌های مختلف مد نظر قرار بدیم. اولین موضوع رستن و راهی پیدا کردن از ضعف انسانی هست. هر انسانی در درون خودش ضعیف هست. هر انسانی در درون خودش بله. مشکلات ذاتی و شخصی رو داره. هر انسانی در معرض غفلت قرار میگیره. هر انسانی در معرض نسیان قرار میگیره. هر انسانی در معرض خطا و اشتباه قرار میگیره. هر انسانی در معرض هیجان و احساسات قرار میگیره، مغلوب میشه. هر انسانی ضعفش در موارد مختلف ظاهر میشه. اولین نکته ای وجود داره اینه که انسان از این ضعف خودش چطوری میتونه راهی پیدا بکنه. درست. این ضعفش در بحث شناخت حقیقت ها، در بحث مسیر حرکت ها، در بحث باید و نباید ها، در بحث مفید و مضر ها، در مواعظ مختلف، همه اینها نکته مهمی هست که انسان در پی اینک بدونه و علمش، دانشش، سعی و تلاشش، کنجکاویش، همش در پی همین هست که این نکته رو دریابه که در چه زمینه هایی این ضعف خودش رو بتونه جوران بکنه. بله. این یک بحثی هست. بله. بسیار بحث اهمیت این موضوع در قرآن کریم 40 بار ظاهرا در قرآن کریم اومده و این دلیل بر نشانه اهمیت موضوع هست به نظر شما، اینکه نه موضوع مفهوم دیگری رو هم میرسونه؟ نه تنها بس اهمیت موضوع است، بلکه محوری بودن این موضوع در قرآن هست. بلکه بگیم که کانون هدفی که هدایت الهی برای بشر تعیین کرده رستگاری هست. اولین آیاتی که ما از قرآن کریم میخونیم و درش در واقع تعلیم هست، سوره فاتحه سوره تعلیم هست. الله متعال آموزش میده که شما چی نیاز دارید و چه محوری رو باید در زندگی خودشتون مد نظر قرار بدید، که ما بگیم اهدنا الصراط المستقیم. در جواب این درخواستی که ما در سوره فاتحه عرض میکنیم در معرض در درگاه پروردگار متعال، در جواب اون برامون پیامی که میاد مفصل ایمانیاتی هست که با این کتاب معرفی میکنه. بعد این که میگه که
ایمان بیارید به این کتاب و لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. یعنی اینا بر هدایت پروردگار هستن و اینها رستگارن، یعنی مثل اینکه فلاح و رستگاری و فوزی که در قرآن اومده نهایت و هدف اساسی هر انسانی باید باشه و تفکر و اندیشش باید دغدغه روزمرهش باید باشه، برای این اساس باید فکر کنه، برای این اساس باید سعی کنه و تلاش کنه و برای این اساس باید کلن هر چیزی رو بسنجه، سنجیدن هر قضیه باید برای این اساس باشه که تو چه حدی منو به این هدف میرسونه و در چه مواردی من از این هدف دور میگم. خیلی جالب هست وقتی که این رو خداوند دو دست از آدم ها رو معرفی میکنه، یکی اینکه همونطوری که فرمودید در این دست از آیات اولئک هم المفلحون و در آیات دیگری هستند که کسایی رو معرفی میکنه که میفرماید اولئک هم الخاسرون، یعنی گویی اینکه اگه این دوتا رو در تقابل با هم قرار بدیم، در مقابل هم قرار بدیم، چه چیزی رو میشه از این استنتاج کرد؟ بحث رستگار شدن، وقتی که میگیم رستگار گویی اینکه یه خطری وجود داره از اون خطر نجات پیدا میکنند، در حالی که معنی شاید بیشتر از اینم باشه. اگه در مقابل خسارت میبینیم یه عده‌ای خسارتمند و زیانبارن، یعنی یک سرمایه رو دارن از دست میدن، یه عده دیگری نه برشت و تعالی میرسند. و وقتی که بحث فلاح هم هست، کلمه فلاح اشاره فرمودید معنی شکافتن هست، شکوفا شدن هست، به ثمر رسیدن هست. مثلا یه شکوفه یک بذری رو که میکاری و باز میشه، شکفته میشه، یعنی در واقع به ثمر میرسه، داره رشد میکنه، داره زیاد میشه. و در عکس برعکس همونی که خسارت میکنه، داره همه چیش رو از دست میده. در تقابل این دوتا چه مفهومی رو میشه استنتاج کرد؟ قرآن کریم تعبیر بسیار دقیق رو در این ارتباط داره، در ارتباط نقطه تقابلش میگه اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفعلون. خسروا انفسهم یعنی که از خودشون از دست دادن، هر چی داشتن رو باختن، حتی خودشونو باختن، خودشونو یعنی خودشو که باختن، هر چی داره داشت، یعنی داشت هیچ چیزی براش نمونده، یعنی داشته هایی که در اختیار داشته نه تنها اضافه نشده، نه تنها براش ثمره ای رو به بار نیاورده، بلکه ذات سرمایه‌ش رو هم از دست داده. و دل عنهم ما کانوا یفعلون و تمام عمل کرد و رفتارشون هم کلا بی مایه و بی فایده به جا موند. این تعبیر دقیقا همون بحثی رو میرسونه که ما ابتدا گفتیم که بحث اون چی که در انسان به عنوان یک ضعف در تلقی میشه و پر کرده، این ضعف با هدایت الهی و در انتها رسیدن به رضایت پروردگار متعال و نجات از عواقب خطاها و اشتباهات و انحرافات، دو نکته نهایی هست در اینجا. اول بحث نجات و خلاصی یافتن، بس رستن و رهایی یافتن از محور قضیه هست. رهایی یافتن در دنیا هم از اون چه که به عنوان سیئه هست و سیئات هست و اشتباهات هست و خطاها و ضعف‌های بشری هست، و در دنیا بازم از نتایج، چون نتایج فقط در آخرت نیست، نتیجه اساسی آخرت هست، ولی نتایج خیلی از اعمال انسان در دنیا هم نتایج خودش رو بار میاره. در نتیجه اولین نکته بحث رهایی از بار عمل ناصالح و نتیجه عمل ناصالح هست، نتیجه دنیاوی. دوم بحث نتیجه این عمل در آخرت هست و در اصل موضوع رسیدن به فوز هست، یعنی در واقع فوز دو معنا هست، یعنی فوز جزء واژه‌های متضاد هست که در یک وقت مفازه هم به معنای هلاکت هست، هم به معنای نجات هست. نجات هست، یعنی از جهتی معنی خوب داره، معنی بد داره، از جهتی خلاصی است از هلاکت و از جهتی نجات پیدا کردن هست به دوام و جاویدان شدن در حیات نعمت اخروی. هر دو اینها در زمین فوز هست. بسیار عالی. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از میان برنامه ادامه مطلب و موضوع رو خواهیم داد.
با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به معنی و مفهوم و اهمیت فلاح و رستگاری، موضوعی که در قرآن بسیار تکرار شده و به اون پرداخته شده و دلیل بر محوری بودن این موضوع هست. یکی از موضوعهای محوری در قرآن کریم همین موضوع فلاح و فوز و رستگاری است. جناب دکتر، بحث این پرداختید، بحث معنی فوز رو که یک معنی دوگانه هست، هم معنی که داره نقیض اون هم معنی میده در جایی. اصل گفتیم که اصل موضوع مفاز در واقع هم هلاکت هست، هم نجات از مهلکات هست، هم و دین خلاص از هلاکت و نجات از مهلکات رو به عنوان یک بسته هدایت برامون معرفی کرده و از جهتی دیگه ذات مهلکات رو به ما معرفی کرده و هلاکت حقیقی رو هم برامون گفته. تعبیری که خیلی موارد انسان دچار فهم کاذب میشه، خیلی موارد هست که سراب رو آب میاری در واقع آبی در کار نیست، خیلی موارد هست که گمراهی رو هدایت میبینه ولی در واقع هدایتی در کار نیست، خیلی موارد هست که سعی و تلاشش بیهوده هست ولی فکر میکنه که داره یحسبون انه یحسنون صنعا. در نتیجه قرآن کریم میاد اولین محوری که براش تعیین میکنه برای یک فرد مؤمن آخرت رو ترسیم میکنه و فوز حقیقی رو در بر اساس ثمره اخروی میاد جا میندازه تا اینکه به عنوان یک هدف در ذهن انسان، در فکر انسان، در قلبش ریشه دار بمونه. آیا فوز رو نمیشه یعنی دست یافتن به یه چیزی که قبلا نداشته، در حالی که فلاح شاید به خود ذات فرد بر بگرده؟ من این رو از دو تا مقوله وجود داره، یکی قولی که حضرت علی گفت که فزت و رب الکعبه، و در اون جایی است که وقتی که به شهادت میرسه، و در جایی که رسول الله علیه الصلاه و السلام به اون شخص عربی گفت که افلح این صدق، گفت که فلاح یافته اگر راست بگه. اونم کسی بود که اومد داشت از مورد واجبات سوال میکرد و گفت همین رو انجام میدم، بیشتر از این رو هم انجام نمیدم. گفت فرمود رسول الله علیه الصلاه و السلام افلح این صدق. این دو تا آیا یک جداگان یعنی جدا بودن معناشون از هم دیگه، فلاح رو در ذات خود فرد نمیشه دید؟ با مقایسه که بین آیات اگر صورت انجام بدیم به این نتیجه میتونیم برسیم که فلاح بیشتر رفتار و عمل کردی رو بیانگر هست که به فوز میرسونه. و یکی از معانی فلاح علاوه بر این که به معنای همون فلاح کشاورز و باز کردن هم میاد، زمین رو میشکافن تا بذر رو بکارن، یکی بلد. از معانی دیگرش هم به معنای سحر و سحرگاه و صبح هست و نماز صبح هم در این به این تعبیر شده. اونا بخاطر این که روز شب رو میشکافه، شب رو میشکافه و روشنی خودش در ذات خودش هم میتونه فلاح باشه. در نتیجه میتونیم ما این نکته رو در ذهن داشته باشیم که وقتی که بحث فلاح هست، بحث شکوفایی شدن استعدادها هست و بحث باز شدن راه رشد هست، فعالیت مثبت هست و فعالیت مفیدی است که درش منفعت و مصلحت هست. بسیار. و بس وقتی ارتباط با فوز هست، نهایتی هست که به وسیله این فلاح یا به وسیله این رفتار مفلحانه انسان به دست میاره. آیاتی که درش فوز میاد همشون تقریبا 99%شون بس آخرت مطرح هست. نمونش مثلا من میتونم 3-4 آیه ای رو اشاره کنم. سوره آیه 13 سوره نساء، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يدخله جنات تجري، فوز عظيم در بهشت، جنات تجري. مثل همین قضيه سوره مائده 119 بازم به همین صورت، قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها انهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن ذلك الفوز العظیم. باز هم بحث جنات آخرت هست، به فوز عظیم هست. به همین صورت سوره انعام آیه 16، من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلك الفوز المبین.
هر جا میایید فصل جنات عاقبت نهایت فوز عظیم، فوز مبین، فوز کبیر. در نتیجه وقتی که بحث آخرت هست، بحث فوز مطرح میشه، فوز مطرح میشه که نتیجه فلاح، نتیجه فلاح هست. جالب. و فلاح مسیری هست که فائزین باید اون مسیر رو طی کنن تا اینکه به فوز عظیم، فوز مبین و فوز کبیر الهی برسن. برسن. بسیار جالب. چیزی که مطرح هست در بحث این که ملاک پیروز شدن، فلاح یافتن، حالا پیروزی رو نگیم، فلاحت و رستگاری رو ملاک در چی هست؟ یک نقطه مثالی رو من میخوام بگم. الان خیلی از آدم ها ملاک، مثلا فرض کن موفقیت دنیایشون رو، این رو ملاک قرار میدن. خیلی از کسانی که ظالمان رو ظلم میکنن با دستاوردهای ظالمانه خودشون، قدرتشون بیشتر شده، نیروشون بیشتر شده، مالشون، مکنتشون بیشتر شده، در حالی که با ظلم اومدن جلو. آیا این موفقیت، یا در جای دیگر هم خداوند در مورد مثلا ساحر میفه ولا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر هم موفق نمیشه، هر کاری هم میکنه، کاری هم میکنه، نه اینکه کاری نمیکنه، کاری هم انجام میده، در جلوی چشم مردم هم خیلی قدرت نمایی میکنه، ولی خداوند میفرماید پیروز نمیشه، موفق نمیشه. یا ظالم موفق نمیشه، ظالم جز مفلحین نیست. این استنتاج رو میشه از این آیات کرد که داشتن ظاهر خوب دلیل بر موفقیت و دلیل بر فلاحت نیست. حداقل نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردید. یه مثال خیلی ساده رو میتونیم ما بزنیم. یه انسان بسیار فربه هست، ظاهرش بسیار چاق هست، چاق فربه، بله بله. خب این ظاهر خب به معنای سلامتی هست، ظاهر معنای داغچدن هست. قدیمه میتونی فکر میکردن هر کسی که مثلا خیلی چاق بود و خلاصه فربه بود میگفتن سلامتیش خوبه، سلامتیش چون غذاش خوبه، غذاش خوبه. در صورتی که امروز ما این نکته رو بهش رسیدیم که فربه بودن در ذات خودش نه تنها سلامتی نیست، حس نیست، بلکه برعکس حامل خیلی از بیماری ها هم میتونه باشه. وجود و تورم یا بزرگ شدن در ظاهر بیانگر رشد حقیقی نیست. رشد در واقع مسیری هست که به سمت کمال میره. ما چیزی رو مریضی رو میشناسیم به نام سرطان، همه باش آشنا هستیم، بدترین مریضی و خطرناکترین مریضی هم خداوند همه انسانان نجات بده، همه ما رو نجات بده از این بیماری خیلی وحشتناک. یعنی چه این بیماری؟ این بیماری خیلی ساده است. بیماری عبارت از رشد سلول ها به صورت نامنظم غیر مطلوب، رشد بیجا، رشد خارج از اون حدودی که طبیعی هست. رشد داره، چیز اضافی داره میشه، ولی تکثیرش خیلی زیاده، تکثیرش خیلی زیاده، ولی بر در با تناسب نظام حیات این مخلوق که انسان باشه نیست، در تعارض هست، در تناقض هست. الله متعال وقتی که نظامی رو برای انسان گذاشته، این نظام چی میخواد فردی باشه، چی میخواد در محدود اجتماعی یک خانواده باشه، چی میخواد در محدود اجتماعی بشر باشه، متناسب با فطرت و متناسب با طبیعتی هست که این انسان داره طی میکنه. همونطور که الله متعال آفریده انسان رو و در و همه اعضا، همه ارگان ها، همه بخش های مختلف بدن با تناسب و همدیگه فعالیت دارن، از یک گلوبول ساده ای که داره فعالیت خونی انجام میده تا یک کلیه ساده ای که داره فیلتر میکنه همین مواد اضافی رو از همین خون، همه اینا با هم تناسب دارن، با هم هماهنگ هستن، جهتشون مشترک هست. اگر این تناسب از هم بخوره، شما یک کلیه رو فردی کلیه دست داده بذارن، این کلیه با بدنش نسازه، این سودی براش نداره، نه تنها سود نداره بلکه همین باعث مرگش هم میشه. خونی رو به فرد تزریق کنن، این خون هم خان با بدنش نباشه، اون گروه خونی معینی که در بدنش وجود داره رو نداشته باشه، همون خون موجب قتلش میشه، با وجود اینکه خون حیات انسان رو داره. درست. در زندگی هم عین این موضوع وارد هست. وقتی که فعالیت هست، وجود داره،
چیز وجود داره، خون وجود داره، کلیه وجود ظاهر داره، رشد هست، ظاهر رشد هست، ولی متناسب با طبیعت و فطرت خلق نیست، در نتیجه فلاح و رستگاری در کار نیست، رشدی در کار رشدی در کار نیست، بیماریه بله. بیماری هست. خیلی ها میبینیم ما این تجربه عوام ما هست که میگن خلافکار نتیجه کارش آخرش تباهی هست، تباهی هست بله. یعنی یک بار دو بار خلاف کرد گیر نیفتاد، سه بار آخه گیر میفته، اون چی که داشته هم از دست میده. ما چقدر داریم افرادی که داخل زندان ها هستن به خاطر خلاف، به خاطر مواد مخدر، چه بارها تونستن در برن، سرمایه جمع بکنن، آخر نه سرمایهشون به دردشون میخوره، پایدار هم یا رشد حبابگونه ای در ظاهر دارن که هر لحظه داره این حباب منفجر میشه و تموم میشه، هرچی بوده از بین میره و نابود میشه، نابود میشه. ما نمونه های هر انسانی، هر کدوم از ماها یه مقداری نگاه کنیم به زندگی اطراف خودمون، نمونه صدها نمونه میتونیم ببینیم از بین خودمون، در تجربه شخصی انسانی خودمون که فلان فرد در آورد، در آمد داشت و چاش معتاد شدن، فلانی نمیدونم حق و ناحق کرد نتیجهش این شد، مفلس شد. یعنی هر فردی به طور، یعنی الله متعال یکی از بزرگترین نعمتهایی که برای ما انسانها گذاشته این هست که همونطوری که درد نشانه بیماری در درون هست، برای انسان نعمتی هست، خود درد میگن نعمتی هست، اگر درد نباشه انسان نمیتونه زنده بمونن، اینن ابتلا و آزمایش ها هم یک زنگ خطری هست برای همه ما که داری کش میری، اینو زندگیت هست کن. خب هر انسانی، بل انسان نفسی بصیره، خودش میدونه که کجا خطا رفت، کجا اشتباه شد ازش و چرا این بلا سرش اومد، ولی خب متاسفانه انسان توجیهگر هست، اون کسی که نمیخواد ببینه خب جلوش لامپ هم روشن باشه میگه خاموش هست. در مجموع اینه که در بحث فلاح و بحث رستگاری رفتار و عمل، هر نوع رفتار و عمل کردی که فقط ظاهرش رشد نشون بده دلیلی بر رشد نیست، هر رفتاری که ظاهراً نتیجه بخش باشه دلیلی بر واقعیتی نهاییش نیست، نتایج در با خواتی معلوم میشه ده. و این بارور بودنش مثلا شما، من نمونه زیادی رو دیدم در کشاورزی، میبینیم مثلا یک گیاهی رو، حالا یک بذر رو میکارن، میبینی رشد زیاد میکنه اما هیچی نداره، چی نداره، باری هیچ ثمری نگرفته، ولی یکی دیگه نه، رشد طولیش زیاد نیست اما خیلی پرثمر هست و رستگاری هم همینطور هست، ظاهر نیست بلکه اون معنی واقعی و اون بار واقعی و اون ارزش واقعی که این موضوع داره. ظاهر سازی در این دنیا تبدیل شده به یک چیز عجیب و غریبی که اهتمام ورزیدن به ظاهر و اهمال کردن حقیقت و معنای واقعی خیلی زیاد هست، حتی در میدان دینی هم همین هست، یعنی وقتی که میبینی کسی بیشتر میپردازه به اینکه ریشش رو بزرگتر کنه، بیشتر میپردازه به اینکه در حرف زدن خیلی زیبا حرف بزنه، اما عمل کرده اون که جوهر همه دین هست و دین برای اون اومده انسان عمل کنه به اون چیزی که خداوند میفرماید، از صدق و راستگویی تا بقیه مسائل احکام عملی دیگری که وجود داره. اما ظاهر، پرداختن به ظاهر دلیل بر راست بودن، دلیل بر رستگاری هم نیست، همونطوری که جناب علی اشاره فرمودید. میریم سراغ ببینیم عوامل و یا عوامل رستگاری رو اگه نام ببریم، اسباب رستگاری رو یکی یکی نام ببریم چی خواهد؟ من قبل از این که داخل موضوع بشیم نکته یادم نره، یادآور میخوام بشم و اون این هست که ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زندگی خودمون بهش مبتلا میشیم یه سری لذت های کاذبی هست که فکر میکنیم این لذت ها جاویدان هست و میتونه برامون آینده ساز باشه. اگه اجازه فرمایید میان برنامه ببینید، برمیگردید به همین موضوع. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از میان برنامه مطالب دیگری در بحث رستگاری و فلاح و فوز رو خواهیم گفت. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، بحث ما در مورد رستگاری و فوز و فلاح هست و در دو بخش برنامه امروزمون
به مفهوم فراحت و رستگاری پرداختیم و تقابل آن با خسارتمندی و زیانکاری و زیانباری و اینکه ارتباط فوز با فلاح چی هست رو صحبت کردیم. جناب دکتر داشتید در مورد فلاح نکات مهمی رو اشاره می‌کردید. بله، من خواستم اینو اشاره کنم در این باب که یکی از بزرگترین موانعی که در بحث شما اشاره فرمودید در ارتباط با رشدهای کاذبی که خیلی موارد هست که فرد احساس میکنه که فکر میکنه رشد کرده ولی در واقع اونا رشد نیست، رشد کاذب هست. خواستم اینو بگم که یکی از عوامل مؤثری که در این فهم غلط در ما انسانها مؤثر هست بحث لذتهایی هست که به طور کاذب در انسان ظاهر میشه. اینا در واقعی باید بهشون بگیم بیماری. میبینیم که یک کودک کوچک نیاز داره به کلسیوم ولی خودش نمیتونه اینو تعبیر کنه، خاک میخوره. پزشک که تشخیص میده یا که این خود دلیل خاک خوردن بخاطر این هست، بخاطر این هست. ما هم در واقع نیاز اساسی و حقیقی ما چیزی دیگه هست ولی چون کسی نیست یا به رشد یا به هدایت صحیح نرسیدیم به طور کاذب خودمون رو ارضا میکنیم. یه نفر میاد با یک نخ سیگار خودش رو ارضا میکنه، یه نفر با مواد مخدر نعوذ بالله خودش رو راضی میکنه، و یک عده هم مبتلا میشن با فقط اندوختن. فکر میکنن که فقط جمع بکنن و حسابشون بالا بره، درآمدشون بیشتر بشه، امکاناتشون بیشتر بشه، یعنی اینکه موفقیت رو و رضایت تسلی درونی رو به دست آوردن. این حس کاذبی هست، حس غلطی هست، حسی هست که عوامل مختلفی داره. یعنی این خود حرص، شح نفس که در درون انسان وجود داره، این خودش عوامل مختلف اون رو رشد میده و بارزش میکنه. تا زمانی که این آفتهای درونی نفس شناخته نشه، تا زمانی که این بخش مد نظر قرار گرفته نشه، راه رستگاری و مسیر رستگاری برای انسان کاملا مسدود میشه متاسفانه. الان بیایم سر سوالی که شما اشاره کردی تا من الان بیام روی اصل موضوع و که چه عواملی میشه میتونه دقیقا ما همین رو میخوایم. ما در بحث مباحثی که در این برنامه داریم این نیست که فقط مباحث نظری رو بگیم و تعریف و اهمیت برنامه، ولی بیایم روی این موضوع چیکار کنیم که به رستگاری برسیم. عوامل این رستگاری چی هست؟ چه راهی رو بریم که به اونجا برسیم؟ با توجه به اشاره‌ای که کردم در قبل از این، اولین نکته قد افلح من زکا و خاب من دسا، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى. قد افلح من زکاها، فلاح رو در به دست و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس خود رو شناختن و این نفس رو انسان بتونه کنترل بکنه و اون رو در واقع تزکیه رشد بده، رشد داد، به معنی رشد دادن در واقع زکات به معنی رشد کردن هست زکای و ولی زدودن آفت ها و آسیب ها چون اساس رشد هست، به خاطر این ما بیشتر روی این قضیه اون من رفتیم تزکیه گفته میشه اون من با این طرف تطهیر رو تطهیر میاد که چون زکات هم به معنی تطهیره، هم به معنی زیاد شدن هست. بیشتر هست. اون بخش یعنی بخش تطهیر رو بیشتر مد نظر قرار میدن، در صورتی که هر دو اینا هست، هم بخش تطهیر هست هم بخش رشد و تنمیه و توسعه هست. شناختن نفس هر کسی خود نفس خودش رو، یعنی هر انسانی خودش رو خوب میشناسه. در خود فرو رفتن و خودشناسی رمز موفقیت است. بدون هر انسانی که من مشکلم کجاست، ضعف من کجاست، چه مواردی برام حائز اهمیت هست ولی در واقع نباید به این اهمیت بدم، در کجا میلنگم، چه چیزایی رو در درون کم دارم. اینا هر انسانی خودش رو خوب میدونه، میشناسه. اگه بشه به خودش مخلص باشه، بشه که با خودش بخواد با
امانت برخورد کنه است، یعنی با صداقت قاضی خودش باشه. در نتیجه اولین نکته ای که وجود داره اینجاست که انسان بیاد خودشناس باشه و در پی اصلاح خودش باشه. خودشناس باشه و در پی اصلاح ضعف درون خودش باشه. خودشناس باشه و بیاد کمبودهای خودش رو برآورده بکنه. خودشناس باشه و نگاه به عیوب خود همیشه مقدم بر نگاه به عیوب دیگران باشه. خودشناس باشه و بیاد ببینه که در موارد مختلف، چه حق ناس باشه، چه حق همسایه باشه، چه حق فرزند باشه، چه حق زن باشه، زن هست حق شوهر باشه، چه مسائل بین او و ربش باشه، چه مسائل درونی فکر و عقلش باشه، قلبش باشه، همه اینها رو بیاد زیر ذره‌بین قرار بده. خیلی نقطه مهمی هست این موضوع. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه ظاهری قضیه رو میبینی که ظاهرش خوبه، ظاهرش رشد هست، راه ظاهرش صلاح و تقوا هست، ظاهرش نماز میخونه، روزه میگیره، کارهایی که انجام میده ظاهرش هم همینه که داره، کار دعوت انجام میده، کار دین انجام میده، کار صدقات و خیرات انجام میده، ظاهر کار اینه. اما وقتی که میبینی نهایتش بده. انسان چرا با خودش دروغ میگه؟ خیلی موقع هست که میدونه که راهی که داره میره فقط در ظاهر هست و مردم رو دارن اون رو تمجید میکنن. در ظاهر کارش اینه که یک کاری رو انجام میده که ظاهرش دیگران همه دهنشون باز میمونه و از کار خیلی خوب ایشون دارن تعجب میکنن، اما در محتوا و در باطن این گونه نیست. این تملق کردن مردم برای افراد و بزرگ کردن و نادیده گرفتن عیبهای آدمیان، عیبش رو نادیده میگیرن، کسی بهش انتقاد نمیکنه، کسی عیبش رو نمیگه، اونم فکر میکنه که واقعا راه فلاح و فوز و رستگاری رو در پیش گرفته و نه اینکه فکر میکنه، خودش هم میدونه داره دروغ میگه، ولی به هر حال نفس اینقدر اماره به سوء هست، اینقدر مخادع هست که انسان خودش رو هم فریب میده و به خودش امانی های کاذب میده، در حالی که میدونه راهی که داره میره غلطه. این مسائل رو چگونه انسان تعامل کنه با این وضعیت که واقعا بدون بار فوز و رستگاری حقیقی باشه؟ بحث فوز که ما ابتدا صحبت کردیم، بحث آخرت درش مد نظر هست، به هر اندازه عمیق در انسان باشه، در نگاهش باشه، و اون اندازه میتونه واقع بینی درش بیشتر وارد باشه. به هر اندازه از این قضیه غافل باشه، در تئوری خودش بگه آخرت، در سخنرانی خودش بگه آخرت، در صحبت خودش بگه آخرت، ولی در کل هر چی هست هم مقام بشه این هست. نه اصلا سخنرانی خیلی خوبی هم میکنه، خیلی آب و تاب دار، خیلی پر محتوا، خیلی کلمات خوب، آیات میاره، احادیث میاره، اشعار میاره، شاید مردم رو اشک مردم رو در بیاره. دقیقاً دقیقاً همین، اشک مردم رو هم در میاره، ظاهر وضعیتش هم فلاح هست، ظاهرش هم اینجوری هست، ولی من فکر نمی کنم که انسان ها خودشون ندونن که راه رو که میرن بیراه هست. انسان ها الله متعال به بندگانش ظلم نمی کنه و هیچ بنده ای نیست که به گونه ای الله متعال براش حقیقت هایی رو اون چی که نمیدونه رو روشن نکنه. یعنی این یک نظام هست، سنت الهی هست. چی میخواد در بحث شبهات فکری باشه، چی میخواد در بحث شهوات باشه، اون کسی که شهوترانی هم میکنه در درون خودش میدونه که داره چی کار داره میکنه. اگر لحظاتی خلوت با خودش بکنه، راحت خودش تشخیص میده که داره چه جرمی رو انجام میده و چه کاری داره انجام میده. اون کسی که ظلم هم میکنه این موضوع هست. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. این در واقع خیلی عجیبه. آدم خودش رو گول میزنه، خودش داره گول میزنه. دقیقاً داره خودش رو گول میزنه. اینه که این نعوذ بالله، خداوند متعال، الله متعال همه ما رو نجات بده از این بیماری. این بیماری هست که یک نوع قساوت قلب درش مبتلا میشه که انسان حتی اون چی که داره میگه، خودش میگه و دیگران هم میگن، ازش هیچ گونه بهره ای نمیگیره. سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، هر چی بگی هیچ سودی براشون
نداره. برابر هست. این گونه افراد یعنی واقعا یک بیماری مبتلا شدن که ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه و لهم عذابون عظیم. این عاقبت یا این نهایت بسیار خطرناکی هست که از دنیا شروع میشه و آخرت منتهی میشه و این همون نکته مهمی هست که انسان همیشه ازش از الله متعال پناه میخواد که مبتلا به این بیماری نشه. این همون نکته ای هست که همیشه انسان باید ازش ترس و حراس داشته باشه و براش باید اهمیت قائل بشه. دقیقاً. خیلی مهم هست بحث رستگاری و اینکه انسان راه رو درست بره تا به این نتیجه درست برسه و شکل ظاهری کاذب خیلی واقع هست. عرض کردم انسانی که داره یک بذر رو کاشته، یک درختی رو داره بهش میرسه، اینم خیلی گنده شده، خیلی برگ و بار داره، برگ داره اما بار نداره، ولی ظاهرش هم اینه که مردم از دور وقتی که میبینن میگن اوه چقدر مزرعه خیلی خوبیه، ولی وقتی که میبینی آخرش هم هیچی نداره، همش هم خالی و پوچ و بی محتوا بود و بی بار بوده. اما هر کی ندونه، خود انسان میدونه که کاری رو که راهی رو که میره چه راهی هست و نتیجه رو که حاصلی که به دست خواهد آورد به کجا هست و چه نتیجه رو میگیره. آیا نتیجه اون یک نعمت و ثمره خیلی خوبی خواهد بود یا ثمره خیلی بدی خواهد بود؟ امکان نداره خداوند کسی رو که گندم به کار خداوند نتیجه بهش جو بده و اونم که جو بکاره و حتما برنج دریافت برداشت کنه، بلکه هر کسی هر چیز رو میکاره حتما نتیجه اون رو خواهد گرفت. اونی که بذر رو خوب میکاره، الان ما چون در کشاورزی هستیم میبینی یکی دو تا همسایه هستن زمینشون بغل همه، یکی هر دوم یه چیز رو میکارن اما مال یکی خیلی برداره، خیلی محصول خوبی میده، دیگری محصول بدی میده و اینه که راه رو غلط میرن، روش رو غلط میرن و یکی فقط ظاهرش کشاورزی داره میکنه، دیگری نه حقیقتا داره کشاورزی میکنه، یکی داره تجارت میکنه حقیقتا داره تجارت میکنه، نه یکی داره ادای تاج رو در میاره. این دوتا با هم مساوی نیستند، لا یستویانی مثلا. و اینجا هم در مورد رستگاری هم همینطور هست. یک کسی در ظاهر خودش رو وانمود میکنه که راه مستقیم رو گرفته، راه فوز رو گرفته و یکی دیگه حقیقتا راه فوز رو گرفته و این دوتا با هم مسلما مساوی نیستند. ما به انتهای برنامه امروز رسیدیم. اگر صحبت پایانی هست در یک دقیقه بفرمایید که برنامه رو ختم کنیم. بله، امید دارم که الله متعال به ما فوز رو ارزانی بکنه، یعنی هدایت راه فوز رو به ما عنایت بکنه. رستگاری و فلاح نعمتی الهی هست که با هدایت او به دست میاد. از الله متعال میخواییم که این نعمت رو ما رو محروم نکنه ازش. بسیار ممنونم از حضور شما جناب دکتر حبیب الله زیایی. از شما بینندگان عزیز که لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. خدا را میخوانم که راه رستگاری رو به ما بنمایاند و دست کرم و لطفش رو از سر ما بر ندارد و اگر گاهی راهی رو بیراه میرویم به لطف و کرمش ما را به سر راه برسونه، برگردونه و تا اینکه فرصتی هست بتونیم شکستامون رو جبران کنیم، بتونیم راه درست رو و نهایت درستی رو داشته باشیم. مهم این است که انسان از این دنیا که می رود با دستی پر برود و خسارتمند و زیانبار نباشه. تا برنامه دیگر و ادامه همین موضوع همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.